المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. با عرض السلام مجدد، قسمة دوم برنامه راجب سیمای محمدی در سیره نبوی است. این جلسه 53 از سیره نبوی است که هجرت رو تمام کردیم. پیامبر اکرم رسید به مدینه منوره و چطور اونجا، همچنان که در مکه بود، شروع کرد به ساختن شخصیت مؤمن و توحیدی. پیامبر خدا اصحابش را بر علم و بر تقوا پرورش داد و افتخارشون این بود که مسلمانند. هیچ کلمی رو بر اسلام اضافه نکرد. این ایرانیه، اون عربیه، این کجای این همش این خاکسترهای جاهلیت رو انداخت دور. اما قرآن میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسانی که میدونند خدا شناسند با اونهایی که نمیدانند، امام شناسند مشرکند یکی هن؟ ای بیننده ارجمند، سعی کن که معیارت میزانت قرآنی باشه. قرآن دوتا معیار داره بعد از عقیده صحیح: علم و عمل. ارزش علم و ارزش عمل. و یک انسان خودشو تزکیه بکنه. بعضی که انسان خودشو تزکیه کرد و رو به سوی علم آورد، ایمانشو محکم کرد. هر کدوم از من شما به اندازه ای باید عالم باشین. چی مانع میشه که شما علم فرا بگیرید؟ در خونت نشستید، برنامه تلویزیون رو فقط پیگیری کن، ببین چقدر به علمت افزوده میشه. و در این برنامه های تلویزیونی به فضل و منت خدا من شما چیزهایی رو میشنوید که در تمام دانشگاه های ایران نمیشنوید. چرا انسان تعمق پیدا نکنه در فهم قرآن، در فهم سنت، در فهم سیره؟ در دنیا هیچ چیزی مثل علم ارزش نداره بعد از خداشناسی. ولذا اگه دنیا میخواید باید دنبال علم برید، آخرت میخواید دنبال علم برید، هر دو رو میخواید باید دنبال علم برید. اما یک نکته رو از اون ابتدا باید در ذهنت باشه که علم جزئی از خودش را، پاره‌ای از خودش را بهت نمیده مگر اینکه خودتو کلاً وقف اون بکنید. این داستان رو یکی دوبار خدمتون عرض کردم. یکی از روستاهای مصر، روستاهای مصر میگن سعید مصر، یکی از روستاییان فرزندشو فرستاد به ازهر، بزرگترین دانشگاه اسلامی دنیا اسلام. این بعد از اینکه دانشگاه ازهر فارغ التحصیل شد، خطیب اون قریه معینش کردن. پدر وقتی که خطبهشو شنید گریه کرد. پدر بی سواده، دید فرزندش میره بالا منبر. بعد چرا گریه کرد؟
گریهش به این خاطر بود که گریه شوق نبود که چرا اون جاهل مونده، چطور فرزندش علم یاد گرفت و خود اون جاهل مونده. به هر حال سوار چارپاش میشه به طرف قاهره. بعد از 20 روز میرسه قاهره. سوال میکنه که از ار کجا هستن؟ از ار یعنی لات، از هر اسم دانشگاهه، حتی اسم دانشگاه رو نمیدونه چیه. نشونش میدن عمرش چقدر، 55 سالشه. میره نوشتن خوندن یاد میگیره، قرآن یاد میگیره، بعد شروع میکنه تحصیل علم شرعی. مدت زیادی اونجا میمونه، در 96 سالگی فوت میکنه و قبل از فوتش میشه شیخ ازهر. ولذا هر کدوم از شما جوانان، نوجوانان، حتی بزرگسالان، تصمیم بگیرید، خواستن توانستن است. آدم تصمیم بگیره خدا در باز میکنه. و چه بسا بسیاری از شما ها که برنامه ها رو میشنوید هی آرزو میکنید که دعوتگر به دین خدا باشید، مردم به سوی خدا دعوت کنید، لیکن مادامی که علم یاد نگیرید، بخصوص علم دینی، نمیتونید دعوتگر باشید. اول یاد گرفتن علم، بعد عمل کردن به علم، بعد دعوت کردن اون. دعوت واجبه. اگر انسان عالم نشه، به علم عمل نکنه، به خدا دعوت نکنه، بزرگترین خسارت کننده. و یکی از راه دعوت اینه که شما دیگران رو به این برنامه ها بخونید، نوار بش بدید، سی دی بش بدید، کلیپ بش بدید، این برنامه ها بخونید. دست همچنان که خود شما هدایت شدید، خداشناس شدید، دست دیگران رو بگیرید به طرف خدا بکشونید. اصحاب پیغمبر علیه السلام و اول ایمان آوردن، ایمانی که کوه تکون بخوره ایمانشون تکون نمیخور، به دست جناب محمد مصطفی علیه السلام خودشون تزکیه کردن، کمالات بشری رو از اون یاد گرفتن، بعد علم کتاب و سنت رو ازش یاد گرفتن، احکام شرعی رو ازش یاد گرفتن، بعد شروع کردن به دعوت به خداوند. ولذا دعوت به خداوند، خدا شناس کردن مردم، مردم به سوی دین خوندن، فرض عینی بر هر مسلمانی، مخصوص ملاها نیست. و دلیلش هم آیه شریفه 108 از سوره یوسف، قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا و من اتبعنی، بگو این راه منه، من به سوی خدا میخونم، نه به سوی امام، نه به سوی شرک، نه به سوی قبر، نه کاری که آخوندهای دجال و وحشی انجام میدن، سوی مردم کشی. مردم به سوی خدا میخونم، علا بصیره، با آگاهی و دانش، انا و من اتبعنی، من و کسانی که از من پیروی کنن. پس کسی که مردم به خدا نخونه، به امام بخونه، به قبرها بخونه، در راه شیطانه. یا کسی که مردم رو با بصیرت به سوی خدا نخونه، با جهالت بخونه، این در راه پیغمبر نیست. انسان باید با بصیرت، هم با دلیل هم با تعلیل، به سوی دین بخونه، اگر نه پیرو پیغمبر نیست. و کسی که پیرو پیغمبر نباشه، خدا اونو دوست نداره و اونم خدا رو دوست نداره. امکان نداره کسی ادعای دوستی خداوند بکنه بگه واس پیغمبر پیروی نمی کنه. در آیه شریفه 31 آل عمران می خونیم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم، بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیغمبر پیروی کنید که خداوند شما را دوست خواهد داشت و شما را مغفرت می کنه. یعنی ادعای محبت بدون دلیل رو قبول نکرد خداوند. علامت و شاخصه محبتتون به خداوند پیروی از پیغمبره. چرا نمیگه پیروی از علیه؟
چرا نمیگه پیروی از ائمه دوازدهگانه؟ بلکه محور پیغمبره. بزرگترین جنایت تشیع در اینه که به جای پیغمبر علی رو محور کرده و به زمان علی هر چی خواسته درست کنه. یه روز ریسمان میندازه تو گردنش، یه روز آسمان رو پف کنه بعد میبرش. علی کارتونی درست کرده برای خودش، علی که تاریخ میشناسه نیست. پیامبر اکرم علیه السلام اصحابش را بر صبر بر بردباری تربیت کرد. الان کوچکترین فریبی انسان را از کوره در میکنه، کوچکترین فشار. مؤمن صادق اونه که تو شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکس و حقیقت دنیا اینه که ابتلا درش هست، شرایط سخت پیش میاد که ماهیت هر کسی رو بشناسونه. در هر میدانی که هستی خداوند ماهیت رو مشخص میکنه. دعوتگرید، تاجرید، کاسبید، در هر میدانی که هستی هر حرفی بزنید بعد از مدتی خداوند حقیقت رو ظاهر میکنه. و کسانی که بر علیه قوم خودشون جاسوسی میکنن، همکاری با دولت میکنن، خیانت با دینشون میکنن، دین فروشی میکنن، اینها در راه پیغمبر نیستن. شکل و شمایل فریبتون نده. مؤمن راستین از مرگ بمیره، ببخشید از گرسنگی بمیره، لیکن خیانت به دین خودش نمیکنه. لذا پیغمبر علیه السلام شاگردانی تربیت کرد که هر کدوم ایمانشون از کوه راسختر بود و اینها بودن اولین هسته های ایجاد دولت اسلامی. صلاح الدین ایوبی علیه الرحمه چکار کرد؟ اول اومد نسل مؤمنی رو تربیت کرد، همه منکرات رو برداشت، همه بدعت هایی که از دولت خبیثه فاطمیه اومده بود اینا رو برداشت، همه چیز رو طبق سنت و قرآن و سنت کرد. خداوند بر 27 لشکر غربی پیروزش کرد، بیت المقدس رو گرفت دوباره و اولین خطیبش چه گفت؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، که ریشه کسانی که ظلم کردن کنده شد و خداوند چنین ایامی رو بر ما بیارد. قرن هاست که طعم نصرت و طعم پیروزی رو نچشید. از تربیت پیغمبر علیه السلام به اصحابش در مکه این بود که اونها رو طوری تربیت میکرد که با همدیگه همکاری کنن. امروز نگاه کنی همش رقابت، ریشه همدیگه زدن، بدگویی کردن، غیر مسلمانان رو ببینی چطوری با همدیگه همکاری میکنن در علیه مسلمانان. پیامبر اکرم میفرماید که یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکرة الى قصتها، نزدیکه که دولت های جهان، ملت های جهان چنان به شما حمله کنن که مردم به غذا حمله میکنن. یکی پرسید که آیا ما اون روز اندکیم؟ فرمود که بلکه شما اون روز خیلی زیادی، امروز بیشتر از 1.5 میلیارد، لیکن خداوند در دل شما سستی میاندازه. گفتن سستی چیه؟ فرمود که حب دنیا و کراهیت الموت، عشق دنیا، عشق مال و ترس از مرگ. مسلمانان رو ببینید هر جا همش دنبال پول، دنبال دنیا. و در این جامعه که پیغمبر آمد در مدینه میخواد دولت تشکیل بده،
هسته های اولیشو در مکه مکرمه تربیت کرده که هر کدومشون یکی به هزار تا میارزه و فرق بین مسلمان و غیر مسلمان فقط نماز نیست. اگر در همه چیز مختلف نبودید، بهتر نبودید، اسلام فقط اسمه. پر مسلمان رمضانی، مسلمان جمعه ای به درد نمیخوره. پیامبر اکرم میفرماد که من انما بعثت معلما، من معلم برانگیخته شدم. در روایت دیگه من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق رو به اتمام برسونم. الان هر کدوم از من شما آیا اندر اخلاقی برتریم از دیگران، متمیزین؟ این که انسان زبانش رو حفظ کنه، چشمش رو حفظ کنه، جوارحش رو حفظ کنه، در انفاق، در عبادت. اگر نه، اسلام فقط اسمه. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این چونی نبود، شاگردانش این چونی نبودن. و بنای اشخاص، بنای فردی اشخاص، اساس بنای جامعه در خانواده و خصوص در مدرسه. و فتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، پیامبری که از کاری که میکرد همیشه بین مردم اصلاح میکرد. در هر خانواده، در هر قبیله، در هر جامعه اختلاف پیش میاد، لیکن عاقلان باید اصلاح ذات بین بکنن. اما دشمنی دائم، اياكم وسوء ذات البين فانها الحالقه، اینکه انسان ارتباطات بد باشه این انسانو هلاک میکنه. انسان حالقه یعنی میتراشه. لا اقول حالقه الشر، نمیگم مو رو میتراشه، بلکه دین رو میتراشه. همش بدگویی از دیگران. ولذا پیغمبر اولین گامی که برداشت در مدینه بین اوس و خزرج، سالهای سال جنگ بود، بینشون اصلاح کرد. و خلافات فردی رو برداشت و بعد از اون اونها از اونها یک جماعت درست کرد. ید الله مال جماعه، دست خدا من با جماعته. من شد شده پی نار، کسی که تنها بره خدا من رو به تنهایی به آتش میفرسته. علیکم الجماعه و ایاکم الفرقه، با جماعت باشید. در حدیث که امام احمد روایت میکنه، امام ترمذی، و از تفرق دوری کنید. فان الشیطان مع الواحد و من الاثنین ابعد، شیطان با مجرده و تنهای از دو نفر دورتره، سه نفر جماعته. در حدیث که ابو داود نقل میکنه، فانما یاکل الذئب من الغنم القاسیه، گور اون گوسفندی رو میخوره که از رمه دور باشه. و انشاءالله که راجع به اوس و خزرج در جلسه دیگه حرف میشه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.